با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا من رضا هوشمند هستم متخصص مالی و مالیاتی در ونکوور با یکی دیگر از برنامه های گفتار هفته در خدمت شما هستم همچنان که میدونید تو این برنامه ما بیشتر به زمینه های مالی، مالیاتی، بیزینسی و اینها میپردازیم برنامه این شمارمون اختصاص داره به مسئله ارتباط فرم های مالیاتی و نحوه گزارش کردن مالیات و پیوندش با مسئله خرید مسکن برای افراد و خانواده هاست همونجور که میدونید مسئله ارتباط تنگاتنگ تنگ بین مسئله مالیات و فرمهای مالیاتی و نحوه گزارشگری مالیاتی شخص و اعتباراتی که از طریق سیستم های بانکی میتونه بگیره وجود داره هرچه که مالیات شخص بالاتر ریپورت بشه و گزارش بشه و گزارشگری درستری تو این زمین داشته باشه و از برخورداری, احتمال برخورداری شخص و خانواده از اعتبارات بیشتر بانکی بیشتر میشه منطقه یکی از چیزهایی که خیلی تاثیر میگذاره برای هر شخصی با هر سطح درآمدی فرض بفرمایید یک شخصی 500 50 هزار دلار درآمد یه خانواده داره یا 100 هزار دلار درآمد داره یا 20 هزار دلار درآمد داره با همون سطح اگر اون شخص دارایی خارج از کاناداش رو هم به زمینه فرم های مالیاتیش اعلام کنه و این رو بگه از امکان بیشتری برخورداره برای گرفتن وام برای تهیه مسکن و با شرایط بهتر یعنی میتونه از نرخ بهتری برخوردار باشه و توی نرخش چانه زنی بکنه با سیستم های بانکی میتونه از پول پیش کمتری رو به معروف داشته باشه و بده برای تهیه مسکن و اینا امتیازهای بزرگی است چنانکه میدونید خب خیلی از همیهنان ما سپرده هایی که چنانچه تو سالهای اول مهاجرتشون همه زندگیشون امکان نداره که بردارن و با خودشون بیارن توی کانادا کما که برای هیچ ملیتی این امکان وجود نداره بنابراین به صورت طبیعی روی یه بخشی از دارایی هاشون توی داخل کشور تکیه میکنه تا یواش یواش راه و زندگی رو توی کانادا بتونن پیدا کنن به همین دلیل اون امتیازات اقتصادی و امتیازات اعتبارات بانکی که ماها و همیهنانمون میتونیم بگیریم یه امتیاز بزرگی است به همین دلیل اگر ما نحوه گزارشگری مالیاتیمون به شکلی باشه که بتونیم فرض بفرمایید برای خرید یه ملک و خرید تهیه مسکن برای خانواده از حتی پول پیش ده درصد کمتر بپردازیم اثرش توی زندگی های ما بسیار بسیار زیاد خواهد بود خصوصا شخصی که هنوز توی مراحل اول مهاجرتش هست این این بستگی تنگاتنگ داره با نحوه گزارشگری درست مالیاتی برای اون شخص و اون خانواده در طی چند سال خصوصا ابتدای کار که هم تطابق درآمد و هزینه ها رو و ورودی ها و خروجی ها رو اگر چنانچه حتی درآمد توی اون خانواده و اون شخص در داخل کانادا نداره ولی از محل ایران داره این رو تأمین میکنه این تطابق رو توی فرم های مالیاتیش بتونه انعکاس بده و بتونه به سیستم مالیاتی اثبات کنی که من آدم راستگویی هستم آدم درست کرداری هستم و گزارشگری مالیاتی هم که دارم میکنم دقیقا اگر اینجا فقدان درآمد وجود داره من یه بخشی داریم به قول اصطلاح آمیانه مون داریم از میخوریم و این انعکاسش هیچ اشکالی نداره و خیلی هم راحت میتونه صداقت بیشتر شما رو هم نمایش بده در عین اینکه وقتی که میرسید به بحث اخذ وام این خودش یه امتیاز بزرگی محسوب میشه سالها پیش وقتی این از سال 1998 این بحث مراجعه به دارایی‌های های خارج از کانادا توی فرم مالیاتی اضافه شد من یکی از اولین کسانی بودم که تاکید داشت بعضی از دو... همیهنان اه... که سالهای قبل تشریف داشتن میدونن تاکید داشتن به اینکه این رو میشه گزارش کرد گزارش درستی کرد که متناسب با بقول معروف شرایط ماها باشه و شرایط اون خونواده باشه در عین اینکه خود این زمینه و بستر مناسبی برای انتقال بهتر پول بدون پرداخت مالیات و بدون نگرانی از پرداخت مالیات بر اثر انتقال دارایی همون از اون دنیا به این دنیا خواهد داشت برای اینکه من بتونم این بحث رو بهتر منظورم رو منتقل کنم به بینندگان محترم میخواستم یه مثالی بزنم فرض بفرمایید یه خانواده ای درآمدش فرض بفرمایید حدود 40 هزار دلار داره در سال یا 50 هزار دلار گزارش میشه خانواده دیگری هم همین میزانه درآمد رو داره با همون مختصات یعنی سن بچه ها سن افراد و درآمدشون یکسان هست اما خانواده دوم داره دارایی های خارج از کانادش رو هم توی فرم های مالیاتیش ریپورت میکنه و گزارش میکنه کنه اول اولین کار رو نمیکنه خانواده دومی که با همون سطح درآمد و با همون مالیات دارایی های خارج از کانادش رو اعلام میکنه اطمینان بیشتری به اون سیستم بانکی میده که بیاد و وام بانکی در اختیارش قرار بده و در امر خرید خونه با بانک با اون شخص و خانواده دوم بهتر مشارکت میکنه تا با خانواده اول ببینید خیلی از خیلی از موارد هست چرا؟ چون سیستم بانکی کانادا از حدود شاید 7-8 سال پیش یه با یه پدیده روبرو شد دید که خیلی از کسانی که درآمد بالای اینجا ریپورت نمیکنن و گزارش میکنن تو فرم های مالیاتیشون تو باز پرداخت واماشون قویتر از خیلی از افرادی که درآمد نسبتا خوبی هم اینجا دارن عمل میکنن و اطمینان خاطر بیشتری به سیستم بانکی میدن اون افرادی که درآمد آنچنانی اینجا گزارش نمیکنن ولی اتکایشون به دارایی های خارج از کانادا اینجا بود که سیستم بانکی اومد دید کلید این داستان روی دارایی های خارج از کانادا ولی در گذشته چون فقط درآمد مبنای ارزش گذاری برای اخذ وام و دادن وام و یا ندادن وام بود این یه مقدار سیستم بانکی کانادا خودشو اصلاح کرد و اومد و به کسانی که دارایی های خارج از کانداشون رو هم گزارش میکنند و واقعا دارند رفت به قدم بعدی الان دوستانی که مراجعه میکنند خودشون میدونن وقتی شما برای سیستم بانکی گز... این رو اعلام میکنید سیستم بانکی میاد از شما حتی ممکنه به قول معروف پرینت اوت صورت حساب بانکی ایرانتون رو بخواد یا سند ملکتون رو بخواد یا چیزهای دیگر رو بخواد اینا چیزی نیست که بتونه برای شما آثار مالیاتی داشته باشه از این بابت نترسید که اگر گزارش کنید حتما آثار مالیاتی برای شما خواهد داشت نه اینا دارایی های شماست دارایی مالیات پذیر نیست درآمد حاصل از اون دارایی است که مالیات پذیره و خیلی راحت شما میتونید از امتیازات بیشتری برخوردار باشید اشاره دیگر من به این قضیه این است که ببینید شما اصولا اعتبارای بانکی اشخاص ارتباط مستمری با چندین عامل داره خوبه که مثلا ما از یکی از این برنامه ها از بچه های بانکی حتی بگیم بیان که اونها بتونن به تفصیل چون کار تخصصیشون هست توضیح بدن ولی تا اونجایی که من شناخت دارم روی سیستم بانکی کانادا تو این 20 سالی که ارتباط تنگاتنگ تنگ داشتم میزان حضور شخص از توی کانادا اگر مثلا کسی پنج سال باشه یا ده سال باشه خب تفاوت ایجاد میکنه نحوه،, گردش فعالیت های مالیش اگر یک کسی در طی همون پنج سال گردش مالیش خب خیلی بیشتر از کس دیگری باشه که گردش مالیش کمتره خب به طب این از اعتبار بیشتری برخوردار میشه اگر درآمد بهتری رو گزارش کنه درآمد بیشتری رو گزارش کنه توی فرم مالیاتیش و مضافا بر اون دارایی های خارج از کانادا رو اگر اعلام بکنه که این خودش مستلزم نپرداختن مالیات و در کنارش اخذ امتیازات بیشتری برای اخذ اعتبارات بیشتر بانکی داره پس همه اینا رو مجموعاً جمع بندی کنم ارتباط نزدیک و تنگ, تنگ بین گزارش کردن درست توی فرم مالیاتی وجود داره با اخذ اعتبار برای کسب ملک و مسکن برای افراد تا برنامه های بعدی که باز تو این زمینه ها در خدمت همه همین باشیم من خدا نگهدار میگم و به همه دوستان امیدوارم که با فیدبک هایی که از طریق تلویزیون آریا یا مستقیما به خود ماها میدن به بارور کردن بیشتر این برنامه ها کمک بیشتری بکنند و از صبر و تحملتون برای مطلبی که ارائه دادم سپاس گذارم